خب دوستای خوب من علی رجبی هستم و به قسمت دومه در حقیقت بحث پروسسینگمون در یک تصویری که نور و رنگ خوبی نداره و موقعیت ما خوب نبوده میپردازیم. تا به اینجا این نکته رو بررسی کردیم که به چه صورت از این تصویر به این تصویر برسیم، اما در ادامه ممکنه من در تصویرم المان هایی داشته باشم که اونها رو نخوام، بنابراین میتونم با استفاده از ابزار کلون استمپ اونها رو بردارم، شاید برای من خوب نباشن، یا با استفاده از ابزار هیلینگ یا اسپات هیلینگ براش کلیک درگ میکنم و این قسمت هایی که زائد هست رو برمیدارم. این قسمت های پایین رو هم نمیخوام، اینها رو هم حذف میکنم، این قسمت رو هم به همین شکل حذف میکنم و بر روی تصویرم نخواهم داشت. یه مقدار خیلی ساده کلیک درگ میکنم تا این به اون شکلی که من میخوام برگرده و بتونم کارم رو ادامه بدم. اما در مرحله بعد من نیاز دارم که یک پروسس خیلی خوب یا یک پردازش خیلی خوب روی بذارید اینجا رو هم درست بکنم، یه مقدار کوچیکی، یک پردازش بسیار خوبی روی رنگ آسمونم داشته باشم. میام در adjustment layer در از selective color و از قسمت reds یه مقدار سایان رو کم میکنم برای اینکه خیلی قرمزم بتونه پخته تر باشه. من فکر میکنم 25 کافی باشه. یک مقدار هم مجنتا رو کم میکنم تا به یک رنگ بهتری برسم، اما زرد رو افزایش میدم به عدده، حالا هر چقدر که دلم میخواست میتونم از 100 200 بالا، بیشتر از 100 که نمیشه، میذارم روی عدد 25 تا به این رنگ برسم. اگر من سلکتیو کالر رو خاموش بکنم کاملا میبینین که من در حقیقت تهمایه رنگیم رو در آسمون افزایش دادم. نکته بسیار کلیدی، مرج میکنم، alt shift control e، لایه‌ام رو مرج میکنم، اسمش رو میذارم فاینال یا در حقیقت لایه فاینال من. بعد اینکه این کار انجام دادم، آسمون من به شدت از نبود سفیدی رنج میبره. چی کار بکنم؟ یا از نبود یک قسمت روشن خوب رنج میبره. تکنیکی که من اینجا برای شما در نظر میگیرم اینه، میام در منوی فیلتر در زیر مجموعه دیستورت از فیلتر دیفیوز گلو استفاده میکنم تا یک نور نرم رو روی تصویر پخش بکنم به این شکلی که میبینید. میتونم گلو امانت رو افزایش بدم به این صورت، کلیر امانت رو بیشتر بکنم تا موضعی این قسمت آسمون فقط کاور بشه، یه مقداری گلو امانت رو میتونم بیشتر بکنم به این شکل و کلیر امانت رو افزایش بدم تا فقط روی یک محدوده آسمون کار بکنم. فوق‌العاده خواهد بود نتیجه، تصویر قبل و بعدم رو میتونم ببینم. اینجا رنگ سفید به شدت به من کمک میکنه. اوکی میکنم و به این صورت سفیدی رو روی تصویرم دارم، اما پایین به شدت تاریکه. همه ما میدونیم که اگر یک لایه بسازیم و رنگ سفید رو روی اون اجرا بکنیم، خیلی ساده من با ابزار گرادینت کلیک درگ میکنم از پایین به بالا، یه رنگ سفید اینجا ایجاد میکنم. رنگ سفید در بلندینگ مود اوورلی نماد نوره، بنابراین بلندینگ مود رو از نرمال به اوورلی تغییر میدم تا نور خیلی ساده و خوبی رو در قسمت پایین داشته باشم. یک مقدار اپاسیتی رو کمتر میکنم تا به شدت پایین من از تیرگی درآد و بتونم خیلی خوب سیلوئتم رو ببینم و کنترل بکنم. کار من تا اینجا تمامه و خیلی خیلی خوب به نتیجه‌ای که میخواستم رسیدم. اما در مرحله آخر یک اتفاق جالب برام میفته. مرج میکنم فایلم رو برای اینکه کنترل خوبی روی این قسمت آسمون داشته باشم و هایلایت های متفاوت تری، میام در منوی سلکت از کالر رنج، میتونم با استفاده از نمونه رنگی که مد نظرم هست آسمونم رو، قسمتی که میخوام رو انتخاب بکنم. شیفت رو نگه میدارم، این قسمت هم بهش اضافه میکنم، حتی زیاد شد با آلت کمش میکنم، یه مقدارم میتونم شدتش رو توسط آیتم فازینس یا فیوزینس بالا ببرم و بعد اوکی بکنم تا یک سلکشن خیلی خیلی خوب و نرم داشته باشم. میام در منوی سلکت مودیفای فدر میدم. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام لبه‌هاش نرم باشه. 25 پیکسل برای من کافیه. حالا میام در منوی ادجاستمنت لایر و با استفاده از فرمان لولز یک مقداری کنتراست دقیق مقدار خاکستریمو روشن میکنم، میتونمو روشن‌تر میکنم تا این سفیدی در قسمت‌های متفاوتی از ابرای من بتونه بیشتر باشه. میتونم کمترش هم بکنم، میتونم بیشترش هم بکنم. من اینجا ترجیح میدم 1.4 رو اعمال بکنم تا تصویرم رو به این شکل داشته باشم و کنترل خوبی بکنم. بنابراین در یک فرایند ادیت از این تصویر ما به این تصویر رسیدیم. نیاز به شارپنس داره. میام در منوی فیلتر تبدیلش میکنم به یک فیلتر سمارت، کانورت فور سمارت فیلترز. بعد میام در منوی فیلتر شارپن آن شارپ ماسک، نمیخوام نویزم بالا بره، هرچند که میتونم نویزم رو بگیرم. گرین داره، مقدار رادیوس رو میدم عدد 3 و امانتم رو میدم 45. اوکی میکنم. خیلی ساده اگر که زومین بکنم این قسمت ها رو به خوبی میتونین ببینین که
در حقیقت برای من به چه صورت شارپنسشون افزایش پیدا کرده. یه مقدار شاید الان برای شما سخت باشه دیدنش، ولی فوق العاده است. و تصویرم رو به اون ادیت نهایی خودم میرسونم. امیدوارم بتونید از این تکنیک با توجه به نیازاتون استفاده بکنید و کارتون رو به خوبی پیش ببرید.